سلام به همه دوستان و همراهان سهشنبه ششم مهرماه ماه 1400 28 سپتامبر 2021 دو سه روز پیش معاون وزیر کشوری صحبتی کرده بود که خیلی مورد توجه قرار نگرفت با توجه به اتفاقات زیادی که این روزها افتاده موضوعی که معاون وزیر کشور گفت اتفاقا بسیار مهمه مورد توجه قرار نگرفت اون اینکه گفتش که در اجرای قانونی که دو سال پیش در مجلس تصویب شده و معافیت های بسیار بزرگ مالیاتی و بعض از امتیازات فراوان به سرمایه خارجی دادن حتی یک سرمایه خارجی مراجعه نکرده من خبرها که پیگیر می کنم امروز یکی دیگه, دیگه از آقایون گفته که حتی یک نفر حاضر نشد بیاد قوانین و شرایط اقتصادی ما رو مطالعه بکنه خب این معنیش چیه؟ ببینید بعضی هایی میان صحبت میکنن خاملی بارها در سالهای گذشته میگفت که نام تحریم نعمت برای ما تحریم برای ما خوبه حال همین ارانش هم باز خودش میگه که ما از تحریم ها فرصت درست کردیم از این حرفا ببینید این بحثی که بارها مطرح شده که اصلا تحریم فقط اثرش این نیست که حالا چیزی میاد یا نمیره یا چیزی وارد میشه چیزی صادر میشه صادر نمیشه یک چیز در داخل کشور تولید میشه یعنی اینا یه بحثایی که حتما اثر داره کما که خودشون دارن میگن که علتی که ما نتونستیم بعدمون برای تولید واکسن در داخل کشور رو اجرا کنیم اینه که مثلا فلان قطعش باید از خارج میومد و نتونستیم تحریم بود که دروغ میگن یعنی حالا بعد از که همون کسی که همون دروغگویی که وعده 50 میلیون واکسن داده بود رو معاون اول رئیس جمهور شده بعد برایش توجیه بکنه ولی به هر حال از این بهانه ها میارن اما واقعیتش اینه از این مهمتر بحث تحریم ببینید حتی فرض کنیم که همین امروز تحریم برداشته بشه خب تحریم فقط بحث نقل و انتقال مالی نیست بحث اینه که رفت و آمد زیاد بشه سرمایه گذاری بشه همین امروز اگه تحریم ها برداشته بشه تمام پول هایی که اینها ادعا میکنن در خارج از کشور هست که من نمیدونم چقدر راسته به فرض که تحویل جمهوری اسلامی بدن و به فرض که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره مدتی آدم بشه پولشو خرج فقط مردم ایران بکنه انقدر اینها اسکناسه بدون پشتوانه چاپ کردن انقدر خزانه خالی انقدر خزانه بدهکار در داخل و خارج از کشور که تمام ارزی هم که بیرن شاید نتونن بدهی ها رو پوشش بدن و شاید نتونن در واقع وضعیتی که در کشور ایجاد کردن رو تا حدی به حد نرمال برسونن اینها حالا یه بحثی است اما حتی اگر اون میگم که به این راحتی نخواهد اون اگر هم بیاد خرج گذشته ها میشه در واقع شده این پولها. اون چیزی که مهمه اینه که فضایی در کشور ایجاد بشه که سرمایه گذار بیاد ببینید مجلس اومده با همکاری دولتی که قانونی گذارونده در شرایطی که مثلا تولید کنندگان داخلی رو پوستشون رو میکنن برای مالیات و مثلا گفتن اگه سرمایه گذار خارجی اومد اقامت بهش میدیم یعنی یه تصور عجیب غریب از خودشون دارن فکر میکنن که مثلا حالا یه مرده اقامت ایرانن ایرانی که وقتی میخوان یه نفر رو تنبیه بکنن از کشور ممنوع الخروجش میکنن این معنیش چیه و مجازاته مجازات ببینید یه موقع کسی رو شما فراری ممنوع خروج میکنید که از کشور خارج نشه اما یه نفر زندانش رو کشته تموم شده محکومش میکنید به ممنوع خروجی یعنی در واقع با این کار مجازاتش میکنید یعنی اقامت در ایران اقامت اجباری در ایران مجازاته خب کشوری که خودتون یک همچین چهره ازش درست کردید کی میاد اش اقامت بگیره حالا اقامت که هیچی سرمایه هم که نیوردن و حتی میگم معاون از کشور گفته حتی یک نفر حاضر شد بیاد مطالعه بکنه شرایط اقتصادی ما رو ببینه از وضعیت اقتصادی گزارش شایی بکنه خب اینا همش نتیجه ببینید این کسانی که میگن که تحریم اثر نداشته یا حتی با متاسفانه فریب کاری و دروغگویی و کینه جویی نسبت به ملت ایران میگن تحریم ها خوب هم بوده البته برای خودشون خوب بوده برای اینکه در سایه تحریم ها بسیاری از انگلزاده چون رفتن شرکت های پوششی درست کردن به قول خودشون تحریم رو دور زدن عواملشون انگلزاده هاشون برادرزاده هاشون داماد و عروسشون و غیره و زالک دخترشون پسرشون خب این بهرها رو که بردن اما یه موضوع مهمی که هست اینه که این شرایط تحریمی یک بلا تکلیفی ایجاد میکنه موضوعش همینجاست یعنی وقتی که هنوز وضعیت مشخص نیست سرمایه گذار داخلی و خارجی نمیدونه چی میشه دولت های خارجی نمیدونن آینده تکلیف چیه به خصوص اینکه حالا با اتفاق هم که اخیرا افتاد حتی وعده هایی که جمهور اسلامی دیگه روش حساب نمی کنن. ببینید دو هفته قبل قرار بود که جلسه عمومی شورای حکام آژانس بینماری انرژی برگزار بشه و یکی از دستورات کاری بود که قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بکنن یک روز قبلش آقای گروسی مدیر کل آژانس اومد ایران به ای تفاهم نامه با جمهور اسلامی امضا کرد بر اون تفاهم نامه رفتن گفتن که مشکلات حل شده و اون جلسه منجر به صدور قطعنامه علیه جمهور اسلامی نشد به محض از اون جلسه گذشتن توافق رو نقض کردن که امروز هم گروسی گزارش شده هم سه کشور اروپایی و هم آمریکا هشدار داره به جمهوری اسلامی که شما اگه این کارو بکنید واکنش خواهد داشت یعنی ببینید حکومتی که حتی انقدر هم خودشون میفهمند بعضیشون خرابه که به روزمرگی افتادن یعنی میگن فعلا دو هفته عقب بندازیم ببینیم چی میشه خب تو, تو همچین شرایطی اون کسی که میخواد به سرمایه گذاری بکنه حتی اگر میگم فرض کنیم که این وعده هاشون هم درست باشه چون آینده بلا تکلیفه چون هنوز نمیدونن که وضع تحریما چه خواهد شد نمیدونن که وضع مراودات بانکی چه خواهد شد ایران با FATF چه میکنه و مسائل دیگه هیچ کسی جرئت نمیکنه بیاد سرمایش اینجا بیاره کدام آدم بی عقلی سرمایش میاد میذاره اینجا که این اتفاق بیفته ببینید حتی کسانی که در داخل کشور سرمایه دارن دارن تلاش میکنن سرمایه جزو بردن برن ترکیه خونه بخرن این معنیش چیه اگر که کسانی که دارن تشویق میکنن میگن بیاید اقامت مجانی میدیم یه فکر کنن خود ایرانی ها نرن ایرانی پولشون در خونه در تهران میفروشن میرن ترکیه خونه میخرن این وضعیتی که برای ایران درست کردن و در واقع ببینید ماجراجوی ها بلند پروازی ها و نفهمی های علی خامنه که میگم همزمان با بلند پروازی و ماجراجوی یک نفهمی مزمن هم داره کاری کرده که فقط به طمع ساختن یک بمب اتم اون تصورش اینه که اگر یک بمب اتم داشته باشه میتونه از دنیا امتیاز بگیره حالا فرض کنیم مثلا بمب اتم داشته باشه امتیاز هم بگیره برای حکومتی که اینقدر بی که از میلیاردها ده ها میلیارد صدها میلیارد درست درآمد و ثروت کشور نتونسته استفاده کنه درآمدهای های کشور در یه قبل در واقع بلوکی کرده مثل ستاد اجرایی و جاهای دیگه چه فرقی هم میکنه که حالا مثلا بمب هم بسازن یا نه اینا اگر بمب هم بسازن فقط برای جمهوری اسلامی برای ایران اقتداری برای ایران نمیارن اینها تمام عوامل اقتدار رو در ایران کشتن و از بین بردن و چیزی وجود نداره که بتونن باش اقتدار حتی اقتدار نمایی بکنن نه اقتدار واقعی داشته باشن ببینید کسانی که میان میگن که چه اشکالی داره جمهور اسلامی بمب بسازه خب اولا جمهور اسلامی بمب سازه من به شما میگم اول از همه رو سر مردم خودش میزنه جمهور اسلامی ثابت کرده که اگر موشک داشته باشه به آپمای خودی شلیک میکنه اگر قدرتی داشته باشه زورش رو به نیروهای داخلی اعمال میکنه ببینید همین روزها حتما فریادهای جگرخراش مادر امیر حسین حاتمی رو شنیدید که تو زندان کشتنش من یه موقعی با خودم فکر می‌کردم که آیا خامنه ای شبا خوابش میبره با این وضعیتی که این همه جوون زندانی هستن این همه جوان برا تکلیفن خودکشی میکنن اعدام میشن نمیدونم از کشور ناچار میشن فرار کنن در مهاجرت کشیشون قایقشون غ... غرق میشه و ماشینشون تصادف میکنه امروز به نتیجه که آیا خامنه خوابش میبره اگه یک روز اعدام نکنن اگه یک روز نکشن اگه یک روز جوان آه نکشن و واقعا خوابش برعکس شده فکر میکنم خامنه خوابش میبره اگه یه روز بهش بگن که ایران داره آباد میشه اگه بگن که ایران مردم رفاه دارن خب ببینید این کشوری که اینا درست کردن واقعیتش اینه که فقط به امید این که حرف خودشون به کرسی بنشونن دارن کاری میکنن که حتی اگر میگم با آمریکا تفاهم بکنن چون اینجا که آمریکا یا اروپا که مثل جمهوری اسلامی نیست که تمام اموال در قبضه ولی فقیه باشه بیشترین ثروت قریب به اتفاق ثروت و سرمایه گذاری هایی که میتونه در کشور دیگه بره مربوط به بخش خصوصیه حتی اگر دولت آمریکا با جمهور اسلامی تفاهم بکنه حتی اگر برجام دوباره فعال بشه که نخواهد شد به نظر من حتی اگر اروپایی ها کماکان از جمهوری اسلامی ده باج پشت پرده بگیرن و یک امتیاز روی پرده بدن اون بخش خصوصی که باید فعال بشه تا زمانی که این بلا تکریفی در وضعیت اقتصاد ایران حاکمه در وضعیت مدیریت ایران حاکمه کسی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد شما ببینید یه دولت رفته یک گماشته خامنه‌ای رفته ی گماشته دیگه اومده این گماشتگان فعلی چه های علیه گماشته قبلی میکنند؟ خب چه تضمینی وجود داره گماشته بعدی اگر خود نکرد جمهوری اسلامی تا 4 سالگی بمونه نسبت به اینها همین حرف نزنه چرا کسی باید اعتماد بکنه میگم قراردادی که دو هفته پیش امضا کردن با کلی سر صدا و نوعی اظهار شادمانی کردن و حتی تلاش کردن که با بزرگنمایی اون توافق با آژانس یه مقدار رو بازار ارز اثر بذارن که نتونستن الان دو ماه رئیسی اومده سر کار کلی وعده دارن فقط وعده های دروغ که نمیدونم به شانگهای پیوستیم نمیدونم واکسن وارد کردیم حالا هم که بحث های دیگه دارن مطرح میکنن که نمیدونم سرمایه گذاری میخوایم بکنیم خیلی جالبه رئیسی اصلا واقعا نمیفهمه چی میگه در جلسه یاد دولت دستور داده که باید به سرعت پول ایران که خارج از کشور بیاد مثل مثلا دادگاه انقلابی که رئیسی حکم بده برن جوانهای مردم باش بکشن کرده ارز جوانهای مردم و ایشون هم داد... حاکم شهر داره حکم می اعدام میده خب این وضعیت کشوره تا زمانی که این بلا تکلیفی باشه مطمئن باشید حتی اگر بر اساس باجدهی های متقابل که 100 تا باج جمهوری میده یک باج میگیره بایدن هم باشون تفاهم کنه اروپا هم تفاهم بکنه روسیه و چین هم که الان در واقع در تحریم پیرو آمریکا هستن اونها هم کنار بیان هند هم پولاشون بده مهم اینه که اگر بحث سرمایه گذاری وقتی مطرح میشه بخش خصوصی بیاد که بخش خصوصی قطعا اعتماد نخواهد کرد کما اینکه در این بعد از اینکه قو... مجلس قانون تصویب کرد البته قبل هم قانون داشتیم که 50 درصد معافیت می‌دادن این دفعه معافیت کامل دارن و بعدم گفتن 5 سال اقامت هم ولی چه کسی میاد وقتی که بلا وقتی که هیچ کس نمیدونه یعنی حتی بسیاری از نمایندگان مجلس در داخل ایران نمیدونن حکومت برنامه آیندش چیه برید حرفاشون رو بخونید بسیار از وزرا نمیدونن تصمیم خاملی در مورد ساختن بمب چیه و تا کجا میخواد پیش بره خب وقتی در داخل کشور کسی نمیدونه شما توقع دارید خارجی ها بدانن و باور کنن و بیان سرمایه‌گذاری بکنن پولشون رو بیارن جایی که مشخص نیست چی میشه سرمایه‌گذار خارجی بیاد بعد گروگان بگیرنش که مثلا با فلان تروریست جمهوری اسلامی که خارج از کشور تعویزش بکنن مگه از این کارو نکردن مگه سرمایه گذار ایران و ای آمریکایی نیومده که الان پنج سال در داخل کشور پدر و پسر نمازی رو بازداشت کردن برای باجگیری مگر طبعه ایران انگلیسی نیومده خانم زاغری در ایران چند سال زندانش کردن برای اینکه بتونن پولهایی که اونجاست پس بگیرن ببینید خب وقتی در شرط اینطوریه اولا وضعیت تصمیمات اقتصادی کشور مشخص نیست وضعیت مدیریت کشور مشخص نیست طرف تا دیروز رئیس جمهور بود امروز میگن جاسوس وزیر خارجه بوده امروز میگن عامل اسرائیل خب چه کسی میاد با نفرت بعدی اینها قرارداد امضا بکنه من یادم زمان جنگ وقتی مذاکرات قطنامه 598 در سازمان ملل به صورت مثلا مذاکرات غیر مستقیم ایران و عراق برگزار شد یه میز مثلثی درست کرده بودن ایران عراق و سازمان ملل بعد ایران با هم مستقیم حرف نمی زدن. مثلا نمایندگان سازمان ملل می میکردن یه آقای به نام محلاتی بود که نماینده ایران در سازمان ملل بود اتفاقا در هیئت مذاکره بود فاصله بین دو مذاکره رفت ایران و دستگیرش کردند جلسه بعد که تو مذاکره نشسته بودن وقتی ولایتی شروع میکنه صحبت کردن تار عزیز گفته آقای ولایتی مطمئنی مطمئن بریم ایران تو خودتو بازداشت نمیکنن یعنی این وضعیتی که مربوط امروز و دیروز هم نیست با این وضعیت به خصوص الان که خیلی تر شده میگم از خود خامنه ای گرفته تا دستگاه قضایی تا مجلس تا دولت همشون دارن از خیانت دولت قبلی میگن خب این که وضعیت دولته وضعیت واقعا تصمیم مربوط به برنامه هستی رو هیچ کس جز خود خامری و چند تا از مزدوران دوربرش نمیدونن به همین جهت این طبیعیه که خارجی هم اعتماد نکنن برنامه های آینده حکومت مشخص است مشخص است حکومت قرار با کجا اندفه به جنگ قرار پولش رو کجا خرج کنه خب این واقعا یک شوخیه که ما فکر کنیم گذار خارجی میاد و در واقع من نکم اینه که این یک ای این هم یکی ای دیگر از جنایت های خاملی. فقط به خاطری که حرف خودش رو در مورد هسته ای به کرسی بنشونه که حتی بازم تکرار میکنم حتی اگر موفقیت هسته ای پیدا بشه چیزی برای ملت ایران نخواهد بود خامنه برای باجگیری بین المللیش میخواد برای اینکه مثلا به خیال خودش یک عامل تهدید داشته باشه چون که با مدیریت و یا کار سازنده که نمیتونه با دنیا رقابت کنه خامنه فقط با تخریب با تهدید با بمبگذاری با جنگ نیابتی میتونه دنیا رو تهدید کنه و امتیاز بگیره و میگم بازم دارم تکرار میکنم امتیازی هم که میگیره نه برای ایران نه برای ایرانی نه برای آینده جوانهای ایران فقط برای حفظ نظام خودش برای اینکه حکومت رو برای پسرش تصویر بکنه برای اینکه این اراضی این رو باشه که در هیچ حکومت استاندارد راشون نمیدن چند روز بیشتر پشت میسا بشینن این واقعا من به شما بگم اگر از همه تاثیرات در واقع هزینه های بسیار سنگین پروژه اتمی جمهوری اسلامی بگذاریم این تیکه که سال هاست کشور رو بلا تکلیف گذاشته سال هیچ کس از داخل و خارج جرات سرمایه گذاری نمی کنه و الان کار به جای که معاون وزیر کشور اعتراف میکنه میگه که حتی یک نفر حاضر نشد بیاد اسناد ما رو ببینه شرایط ما رو ببینه مطالعه بکنه و سرمایه گذاری که این یکی از جنایت های بزرگ خامنه که تاثیرش حتی بس یک روز دو, دو روز نیست ببینید سرمایه خارجی از روزی که شروع میشه تا زمانی که به ثمر میرسه سالها طول میکشه خیلیاش خب امروز اگه فرض کنیم تمام مشکلات حل از همین امروز بیان این ده 15 سال 20 سالی که به خاطر لجاجت خامنه ای تحریم ها بر کشور اعمال شده و هر روز این مردک دروغو گفته که تحریم ها بر ما نعمته اگر همین امروز تحریم برداشته بشه سرمایه گذاری که باید 15 سال پیش میشد امروز بشه ما که حداقل کشورمون 15 سال عقب فقط عقب موندن نیست ببینید بسیاری از همسایه های ما که ما منافع مشترک داریم یا منابع نفتی یا گازی مشترک داریم منابع آبی مشترک داریم به دلیل اینکه اونها این حکام ضد وطن رو نداشتن تونستن سرمایه گذاری بکنن امکاناتی فراهم بکنن بریم ببینید قطر در حوزه مشترک چه میکنه کویت چه میکنه عربستان چه میکنه و دیگران چه میکنن عراق و کشور دیگه خب در این شرایط ما حتی اگر از همین امروز هم تحت برداشته بشه که با این حکومت برداشته نخواهد شد و اصلا حکومت مایل نیست به دلیل اینکه بسیاری از عوامل و, و مزدوران حکومت از همین تحریم نفی برن ولی به فرض که همین امروز هم تحریم برداشته بشه سرمایه گذاری بشه ما همین امروز 15 سال 20 سال از همسایگان و عقب هستیم و اونا که توقف نمی با بهشون برسیم باز هم ما همین حکومتی، با همین کشور فعلا و با همین مقررات اگر تازه فرض کنیم با سرعت مساوی دیگه با اونا میریم جلو 15 سال عقبیم در همه زمین ها 20 سال عقبیم به خاطر کاری که نکردن اگر چند تا قرارداد خوبم بسته شده به دلیل دعواها و کینه های حکومتی قرارداد کرسند، قرارداد دیگر همین الانش میگم دارم بحثایی که میکنن طوری صحبت میکنن که وزیر نفت قبلی خائن بوده وزیر خارجه جاسوس بوده خود روحانی مثلا آدم خائنی بوده خب واقعا یک ناظر خارجی رو اعتماد میکنه و میگم همه اینها هم به دلیل اینکه حقیقت قضیه اینه که خامنه‌ای کارهایی که میکرده یعنی به نظر من تمام کارهاش به نوعی سحنه سازی نمایش و پوشش برای ارادش برای تولید بمب حتی بسیاری از دعواهای سیاسی داخل کشور برای اینکه این مقدار مسائل رو طبیعی جلوه بدن فقط به دلیل اینکه خامنه میخواد به بمب کشور به چه روز که دیگه حالا صدای معاون وزیر کشور هم در میاد میگه حتی نه تنها یک سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری بکنه بلکه که حتی مطالعه بکنه شرایطی که ببینید شاید حدود 17 سال پیش محمد خردادیان رفته بود ایران بعد گرفتن و محکومش کردن به 5 سال اقامت اجباری در ایران من همون موقع تو آفتابیز سرمقال نوشتم که این معارضیه که شما ایران رو ایران رو, رو یک زندان بزرگ میدونید اقامت در ایران رو ش... مجازات میدونید و واقعا الان شرایطوری که ا... اونها هم نگن بسیار از افراد هر خارجی که میخواد بیاد ایران واهمه داره که نباد و گروگان بگیرنش برای اینکه مثلا با چارت تروریستی که جمهوری اسلامی حالا یا ایرانی یا غیر ایرانی در کشور دیگه دار مبادله بکنن اینها رو در ذهنتون بسپارید به دیگران بگید ببینید جنایت خامنه‌ای فقط بحث امروز نیست تا سالها بعد از اینکه جسد خامنه‌ای در گور هم بپوسه تاثیر این خودخواهی هاش این بلند پروازی هاش این کینه هاش و این اصرار و لجاجت احمقانش بر بحث هسته ای که هیچ منفعت برای مردم نداره سالها اثرش خواهد بود حتی بعد از اینکه استخوانهای های خامنه‌ای هم در گور بپوسه موفق باشید